بسم الله الرحمن الرحیم حمد و ثنا به پروردگار و درود بی پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه الصلاة والسلام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی پرداختن زکات فطر، زکات فطر در وقتی غروب آفتاب شب عید پرداخت کردن واجب می گردد و اگر آن را صبح روز عید پیش از ادای نماز بدهد بهتر خواهد شد و ممکن است آن را یک روز یا دو روز پیش از عید ادا کند و باید گفت که پرداخت نکردن در آن وقت به یگان عذر حرام است. از ابن عباس روایت است که فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات فطر را به عنوان پاک کننده روزدار از سخنان بیهوده و دشنام و به عنوان رزق و خوراک برای مسکینان واجب کردند. پس هر کس قبل از نماز عید آن را بپردازد آن قبول است و هر کس بعد از نماز عید آن را بدهد صدقه به مثل دیگر صدقات است. همچون زکات فطر حساب نمی شود. سوال: حکم پرداخت زکات فطر بعد از ادای نماز عید چیست؟ پرداخت کردن زکات فطر بعد از ادای نماز فطر زکات فطر حساب نمی شود و ثواب آن را نمی گیرد. به همین دلیل که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس قبل از نماز عید آن را بپردازد آن قبول است و هر کس بعد از نماز عید آن را بدهد صدقه همچون دیگر صدقات است. حدیث با روایت ابن ماجه آمده است. بعضی علما میگویند مگر آن شخصانی که تأخیر آنها عذر داشته باشد، به مثل اینکه با سرعت ناگهانی خبر آمده باشد که امروز عید است و آن شخص امکان پیدا نکند که پیش از نماز آن را داده باشد، یا اینکه انسانی که در صحرا بود و نزد او طعامی نبود برای صدقه فطر دادن، در این حالت تأخیر او در پرداخت کردن زکات فطر تا بعد از نماز عید هیچ باکی ندارد. بعضی ها میگویند مهم رساندن زکات فطر برای فقرا است. پس بعد از عید و یا پیش از عید چی فرقی دارد؟ در جواب باید گفت که اگر زکات فطر بعد از نماز عید پرداخت شود مرتکب گناه شده است و باید توبه کند، زیرا تأخیر در پرداختن زکات حرام است. علما اتفاق بر آنند که این عمل حرام است، چون تأخیر زکات گناه است و مثل همین تأخیر زکات فطر نیز حرام است، همچنان که تأخیر نماز از وقتش گناه و حرام است. بنابراین تأخیر زکات فطر از روز عید پیش از نماز عید نیز حرام و گناه است. سوال: زکات فطر را برای کیها بدهیم؟ مستحقان آنها کیها هستند؟ زکات فطر و یا صدقه که انسان آن را باید پرداخت کند به کسانی باید بدهد که قرآن کریم آنها را معرفی کرده باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 60 این گروه ها را ذکر کرد. اول اینکه فقیر، یعنی شخصی که تنگ دست است. دوم مسکین، بینوا. سوم شخصانی که زکات و صدقات را جمع میکنند و به دیگرها تقسیم میکنند با آنها داده شود. چهارم برای شخصانی که دل آنها را به سبب صدقه و زکات دادن دل آنها را به دست آورده می شود، آنهایی که نو به اسلام داخل شدند. پنجم برای آزاد کردن یک غلام و یا شخصی که در محبس است. ششم به شخصانی که قصدار هستند. هفتم به آنهایی که در راه الله سبحانه و تعالی در جنگ هستند. هشتم شخصانی که در راه مانده هستند. و این فرضیه الهی در قرآن کریم است. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که زکات فطر پاک کننده روزدار از سخنهای بیهوده و فحش و ناسزا است و طعام برای مسکین ها می باشد. سنن ابن ماجه. پس از این می آید که
فقیران و مسکینان شایسته ترین گروه ها به دادن زکات فطر هستند، به آنها باید داد. و زکات فطر را به امام مسجد و یا ملاهای محله داده نمی شود، خصوصا به ملاهایی که دارا هستند. زکات فطر در صورت نفهمیدن به شخصی زناکار، شخصی بدعتکار نیست، درست نیست، زیرا از آن می خورد و بر علیه دین آن را صرف می کند.